جواد الأوصياء جد على من أتى باب المراد الهاشمية أنت نور فاض من طه فما كنت إلا مثل طه نبوي كم تجلى فيك آي للهدى من كتاب الله قد كان خفيا فيك من موسى وعيسى شبه وغلام فيه بشرى زكريا أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا أولست مثل يحيى آية حينما قد أوتي الحكم صبيا كيف ناظرت شيوخ الدين في مجلس الفتوى وقد كنت فاتيا فتبدى منك علم موجز من رسول الله إذ كنت الوصية فتعاليت ولا غرو إذا جعل الله بك الدين عليا. من حضور داشتم و تمام کسانی که در اردوگاه بودند، فرماندهان، مشاوران و نویسندگان همه بران گواهی می دهند. دیگر چه کاری باقی مانده ابن ربی؟ این که از سپاهیان برای امیرالمومنین و دو ولیعهدش بیعت بگیریم. مرا در وزارت تثبیت کرده و به من دستور داده کارهایی که گفتم انجام بدم. اردوگاه و تمام سلاح‌ها و چارپایان و سپاهیانی که در آن هست؟ این وصیت امیرالمومنین هارون رحمت الله است. باید ابتدا بیعت بگیریم. این کار بزرگی است، خودت خوب می‌دانی ابن سهل. آری، همینطور است که می‌گویی. برخیز تا برویم، وظیفه بزرگی است، نباید آن را عقب بیندازیم. خدا به پاس سوگتان برای امیرالمومنین هارون به شما جزای خیر بدهد. اما بعد خلیفه مسلمین برادرم امین به من گفته که از شما برای او و ولیعهدش مأمون و بعد از این دو قاسم مؤتمن بیعت بگیرم و بعد از بیعت عمل کنم به وصیت پدرم هارون که درون کعبه نگاهداری می شود. هر که بخواهد این بیعت را رد کند خار و منزوی خواهد شد. بیدرنگ! من مأمون با برادرم محمد امین بیعت می کنم. اگر به کتاب خدا و سنت رسولش عمل کند. من نیز این بیعت را می پذیرم. خودم و به نیابت از سایر بنی هاشم در بغداد طبق فرمان امیرالمومنین محمد امین. من نیز با امیرالمومنین محمد امین بیعت میکنم بر اساس کتاب خدا و سنت رسولش و بیعت میکنم با شما به عنوان ولیعهد محمد امین بر اساس کتاب خدا و سنت رسولش. من نیز با امیرالمومنین محمد امین بیعت میکنم تا زمانی که بر عهد و پیمانش وفادار بمانند. به من امر کردند از فرماندهان و لشکریان نیز بیعت بگیرم. بیعت می‌کنید تا زمانی که بر عهد و پیمانش وفادار بماند.
پسر سهل دشمن خلیفه است، یعنی دشمن من که خلیفه پنهانم. نگهبان. یا امیر. بین لشکریان جار بزنن برای بیعت با امیرالمومنین محمد امین خلیفه مسلمین. به سوی دارالسلام بغداد حرکت میکنیم. امرتان اطاعت میشود. پسر سهل، من عادت دارم گردن پرازان را درو کنم. وقت چیدن سر تو هم میرسد. خراسانی آتش پرست، برامک را برچیدم. تو که پسر سهلی. ای لشکریان، ای فرماندهان، این فرمان امیرالمومنین خلیفه خدا بر زمین است که فرمان داده لشکریان به سوی دارالسلام بغداد مرکز خلافت اسلامی بازگردند. به گوش باشید لشکریان، به گوش باشید لشکریان، آماده شوید برای حرکت به سوی دارالسلام بغداد. به گوش باشید ای لشکریان، به گوش باشید. فردا لشکرمان و فرماندهانمان به سوی بغداد حرکت خواهند کرد. این فرمان امیرالمومنین خلیفه خدا بر زمین است. لشکریان به سوی بغداد. سلام بر مولایم مأمون، ایامتان بکام. سلام بر وزیر زیرک و کاردانم فضل ابن سهل. امری داشتید با این کمترین خدمتگزارتان مولایم؟ چه میگویی ابن سهل؟ ما با هم مانند دو برادر هستیم، تواضع حدی دارد. ما خاک آستان شما هستیم، تفضلی است از جانب شما. مرا گستاخ نکنید مولایم، هرچه هست از شماست. من خدمتگزاری بیش نیستم. دیگر بس است تعارف، تو نور چشم من و راهنمایم هستی. فدایتان شوم در خدمتم. در خطرم، کمکم کن ابن سهل. به من بگویید چه خطری حس میکنید مولایم؟ هر دو من را تهدید میکند، شک نکن. سر هر دوی من را به باد میداد، هم من هم تو. خطر بزرگی است فضل. چه خطری مولایم؟ هوشیار باشیم، قفلت تاوان دارد فضل. چشم باز کن، آینده با ما سخن میگوید. بله درست است مولای من، امین ولیعهدی شما را تحمل نخواهد کرد. در این مورد باید چاره ای اندیشید. من نیز دغدغه شما را دارم، آسوده خاطر نیستم. ابن ربی حکم صدارت گرفته، دسیسه ای خواهد چید. نمیتواند، وزیری چون تو داریم. این بازی شبیه قمار است، باید مراقب باشی که بازنده نشوی. در این زمان است که برنده ای. بگویید تدبیر چیست سرورم؟ باید از زمان جلوتر بود. نقشه ای کشید و با تدبیر و هم فکری فهمید چه در سر دارند. به شما مژده ای بدهم مولایم، من تا حدی این راه را پیمودم، از نظرم دور نیستند. پس به مرادمان نزدیکتر شدیم. آهای ساقی، امر کنید مولا. شربتی گوارا بیاور. امرتان مطاع مولای من. بنشین پسر سر. قبل از شما هرگه سرورم. پس با هم میشینیم، زندگی میکنیم، حکومت میکنیم، با هم میمیریم و زنده میشنیم و محشور میشنیم. دیگر چه؟ این پسرک را چه شده؟ هوس بغداد کرده؟ مشکوک است. میل بغداد کرده ای پسر خلیفه؟ بغداد خانه من است، برگشتن به آنجا علت میخواهد وزیر. ابتدا عزم آنجا نداشتی؟ چه شد که؟ شبهای زیبای بغداد و شادکامی بر فراز دجلش هر کسی را که اندک سوقی داشته باشد
به سوی خودش میکشاند. پسر ربی، امید از چنین باشد چنین، اما از فرزند خلیفه به دور است چنین خیالاتی داشته باشد. حقیقتاً به دور است، غریب می نماید چنین باشد. امیدوارم خیال خامی نداشته باشی که با دژ محکمی چون ابن ربی روبروی. من جانانه از خلیفه حمایت می کنم. احسنت. می خندید؟ مزاح نمی کنم، من فدایی ایشان هستم. تبارک الله، به وزیر وفادار. با حضور وزیری که به خون عرب ها تشنه است، مگر میتوانم آرامش داشته باشم؟ شنیدم این دشت خوک های زیادی دارد، به شکار میروم. یعنی میتوان به او اعتماد کرد؟ پس از سالها انتظار، وقت آن رسیده که مقدرات خلافت را به دست بگیرم. ابتدا باید با شمشیر امین مأمون را از سر راه بردارم، سپس از امین بی کفایت تنها یک مترسک بسازم. اگر زبیده با من هماهنگ باشد، می توانم به اهدافم برسم. میز شطرنج من در بغداد است. چه خبر از بغداد؟ آیا ابن ربی رسیده به بغداد مولایم؟ از بنی هاشم چه؟ کار بزرگ خطر بزرگ هم دارد. درست است مولایم. ابن ربی قصد دارد امیران شهرهای بین راه را با خود هم پیمان کند. گویا بنی هاشم علیه من به اجماع رسیدند. پشتیبانی مثل زبیده را هم دارد برای روزهای سخت. من میگویم این یعنی نابودی من. حتما به سراغ ما هم خواهند آمد. نباید نگران باشید مولایم، نیمی از شما عجم است. او به پیمان شکنی نزدیک میشود، چون زمانی که توهمش ثبات یافت یقیناً پیمان می شکند. من این خلیفه زاده صالح برادرتان را کارآمد می دانم. من نیز چنین می پندارم. البته تا وقتی برایش سود داشته باشم. ابن ربی وقتی با آنجا برسد به سرعت همه را صف می کشد. ابن سعد دشمنیم، هرچه کنی باز در نظر او تتمه برامکهی. بدون تهدید ابن ربی باز در کنار شما هستم. نمیخواستم تو را تحریک کنم، میخواستم هشدار داده باشم. او میخواهد سیلابی راه بیندازد که چه؟ ما را با خود ببرد و خراسان را پاک کند از من و تو و همه. متوجه هستم مولای من، ولی ما نیز بیدی نیستیم که به هر بادی بلرزیم. ما سیلاب را به خودشان برمیگردانیم، خدا بخواهد. ابن ربی کسی را برای جنگ دارد؟ ایسبن ماهان را میفرستد. چرا انقدر مطمئنید؟ گمان نمی کنی من در برابر آنها بی پناه باشم. گویا روزگار علیه من شب و روزش را چیده. مثل روز روشن است که این کار را خواهد کرد. تو هم به جای او باشی، ایسبن ماهان را که دشمن خراسانیان است به جنگشان میفرستی. گمان نمی کنید این به نفع شما باشد؟ چه میگویی؟ به نفع ما باشد؟ کینه پسر ماهان به خراسانیان؟ و کینه خراسانیان به پسر ماهان، این را چه میگویید؟ حرف اول را تدبیر میزند و زیرکی. باید صلح کنی با رافع ابن لیث شورشی تا سربازان ما از جنگ با او فارغ شوند و جان بگیرند. دوم، پیمان صلح با امرای تبت و ترک، چاره دیگری نیست. مقدماتش را انجام میدهم. الان مهمتر از همه فرزندان فاطمه ان، به خصوص رضایت آنها. آل محمد. مقصودتان چیست؟ میخواهید با آنان بجنگید؟ نه، با من بگویید چه در سر دارید. نزد خودمان بماند. پدران من به فاطمی ها ظلم بسیار کردند، همچون ظلمی که بنی امیه در حق آنها روا داشت. به نظر من باید حق به اهلش برسد.
الان سرآمد آنان مردی پاک و مطهر است، علی ابن موسی الرضا. من با تمام وجود به او عشق می‌ورزم. متوجه نمی‌شوم سرورم. علی ابن موسی الرضا وارث علم و ایمان و اخلاق پیامبر است، پسر سهل. او مرا به یاد ظلم به امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و حسن حسین و موسی ابن جعفر می اندازد. سلام خدا بر آنان. متحیر شدم مولایم. من آنها را مخصوصا رئیسشان را محترم می دارم و سعی خواهم کرد قد سعادات فاطمی رضایت بگیرم و به آنان خدمت کنم، هرچند با من سر ناسازگاری داشته باشند. متوجه هستید مولایم؟ هارون و رشید پدر شماست و آنها رقبای شما هستند، مدعیان خلافت. ابن سهر، میدانم چه میگویی، میدانم، اما نمیخواهم، نمیتوانم حق را نگویم. محرم رازم هستی، نگویم مجنون میشوم. چگونه توانستید این خواسته را تا الان در دل پنهان کنید؟ بدانید که این کار بسیار سخت است و یقیناً بنی عباس در برابر شما موضع می گیرند. حتی بازماندگان بنی امیه و شاید علویان هم ادعای شما را باور نکنند. حتی علی ابن موسی ابن جعفر هم باور نکند. اما خراسانیان با شما خواهند بود. این مطلب را با اطمینان می گویم سرورم. هر راهی بروید با شما هستم. می دانم ابن سهر، می دانم. راه سختی در پیش است. ما باید اعتماد سادات و علی ابن موسی را جلب کنیم. اولین قدم سرورم. این خواسته قلبی من است. چه باور کنند و چه باور نکنند، حمایتشان میکنم، هرچند به ضرر من باشد. بعد از عمری سرگشتگی، در نهایت با لطف خداوند به آنچه دنبالش بودم و با مادرم عهد بسته بودم رسیدم. امام زمانم را درک کردم و به توصیه ایشان به همراه خانواده به جوارشان آمدم. سلما، خدا را شکر پدر نیز اینجا هم آرامش دارد هم مورد احترام است. پدر دلخوش است که اسبان و اشتران مولایم امام جواد را تیمار می کند. تازه دریافتم عمری نه دوست را خوب شناختم نه دشمن را، نه حق را و نه باطل را. اما دیر نشده، در همین مدت کوتاه توانستم چیزهای زیادی بیاموزم. در جواب سؤالت مربوط به جوانی امام، از آن بزرگوار علی ابن جعفر این چنین شنیدم: فشار حکومت و خوف از به شهادت رساندن پدر و فرزند با هم از طرفی و آماده کردن شیعیان برای پذیرش امامت در کودکی از طرف دیگر، باعث شد برای اولین بار تولد امامی که مولایم جواد الائمه هستند به تأخیر بیفتد، تا اینکه پس از مرگ هارون و در زمانی که پسران هارون برای تصاحب خلافت دست به هر کاری می زدند و برای جنگ بر سر خلافت آماده می شدند، برای علی ابن موسی الرضا پدر مولایم جواد الائمه فرصتی مناسب فراهم شد و ایشان یارانشان را به حج فراخواندند.
موفق، تو میدانی چرا مولای من و همه وکلایش از اقصا بلاد اسلام را به حج دعوت کردند؟ گویا با هلاکت هارون الرشید فرصت مناسبی برای ابلاغ پیش آمده، مخصوصا جدال امین و مأمون. پس جنگی در پیش خواهد بود. جدال امین و مأمون را از کجا میدانی؟ مولای من نبرده چند سالی آنها را خبر دادند. حتما مولای من فرصت را مغتنم شمرده، میخواهد بدون تقیه معارف اهل بیت را آشکار کنم. فقط نمیدانم برگردم چه جوابی به شیعیان اهوازی و بحرینی و اهالی بصره بدهم. آشکار بگو ابن مهزیار. فتنگران واقفی قوغا کردند که مولایم علی ابن موسی زبانم لال فرزند پسری ندارند تا بعد از ایشان جانشینشان شود. امام شما را طلب کردند ابن مهزیار. به خدمتشان می روم. در خدمتم یبن رسول الله. یبن مهزیار، بعد از مرگ هارون آنچنان که پدرم وعده داده بود فرجی حاصل شد. اکنون می توانیم حقایق را برای شیعیان آشکار کنیم. افرادی همچون ابن حمزه و زیاد قندی در صدد اغوای شیعیان ما برآمدند و ما سکوت کردیم. اینک این گونه نیست. به زودی مولودی مبارک به دنیا خواهد آمد و آنان را روسیه خواهد کرد. از اهواز چه خبر دارید؟ واقفیه در اهواز و بصره و بحرین با شبهاتشان مردم را پریشان کردند. تکلیف چیست؟ شیعیان هشت و نشت نداشته باشند با آنان. جانم به فدایتان، بسیار خوشحال شدم. امرتان به روی دیدگانم مولایم. خداوند به تو پاداش نیکو عنایت فرماید و در بهشتش جای دهد. وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله بجده أنبياء سلام بر امیرالمومنین. سلام بر ابن ربی. هیئتی هستند از خراسان برای عرض تبریک آمدند، همراه با تمام لشکریان خدمت رسیدند، اعلام وفاداری کنند به خلیفه مسلمین و تیر بیندازند به سوی کسانی که قصد خیانت به شما داشته باشند. مالایم، در این فرصت اعلام می کنم اندوهگین فقدان خلیفه سلف هستیم و همدرد شما سرورم. وزیر مدبر ما هستید. خلافت بر شما گوارا باد امیرالمومنین. ای بنی عباس، انشاءالله خلافت من با نعمت و برکت همراه خواهد بود. به زودی عطایا و بخشش هایم به شما خواهد رسید. تا میان طایفه شما کسی از زمین و برده و قصر محروم نباشد. ابراهیم ابن مهدیم، تمام امید ما این است که در دوران خلافت شما بغداد در شادی و نشاط دائمی باشد. پدر شاه و مادر چنان با تبار زنورش به امت رسد افتخار. به مکه بنوشید از آن آب پاک چو پیغمبران شد فراتر ز خاک. اما برادرم، من میگویم درود بر امیر محمد امین. با بودن در کنار تو دیگر کسی به تجارت نمی اندیشد، چون ویژگی های فرزندان منصور شمرده شود. عیان شود که یاقوت ناب آنها محمد است. عموها، عموزاده ها و آل هاشم همگی باید از هدایای ما بهره مند شوند و فرماندهان، امرا، سربازان و خادمین و مطربان و نوازندگان. من خلیفه ای هستم که بی حساب و کتاب می بخشم. روزهای سختی در پیش داریم سرورم، و به سربازان و جنگجویان باید دستمزد بدهیم. قناعت کنید.
گفتم هر کس تقاضای بخشش کرد بهره مند سازید و غلامان را فراموش نکنید. به زودی دوران خلافت من محمد امین اسطوره‌ای خواهد شد. خداوند رحمت کند پدرم را که برایم گنجینه‌های تمام ناشدنی به یادگار گذاشت. وقتی به دجله نگاه می‌کنم دوست دارم ماهرترین قایق سازان هنرهایشان را به کار گیرند و 5 قایق در سواحل اسد، فیل، عقاب، مار و اسب برایم بسازند. می‌خواهم قایق‌ها به گونه‌ای باشند که هیچ دریا و رودخانه‌ای به مانند آنها ندیده باشد. خراج‌های یمن و جزیره و شام و مخصوصاً خراسان هم هست. امیرالمؤمنین به سلامت و اطاعت می شود. سلام بر سرورم مأمون. سلام بر تو پسر ضحاک. بگو چه شده؟ نمیدانم چه بگویم سرورم. بگو، بی پرده بگو. نپذیرفتند چیزی از آنچه گرفتند بازگردانند. پیامم را نخواندند؟ عهد امیرالمؤمنین هارون الرشید را برایشان تشریح نمودی؟ بله، به خداوند سوگند. ابن ربیع چه گفت؟ گفت مولایش محمد امین گفته مأمون باید بداند که من خلیفه هستم و اختیار تمامی خزائن و لشکریان با من است، حتی امارت مأمون. این را حدس می زدم. برادر، امیدوارم آنها را به جهنم نبری. برو استراحت کن. سرورم، چیزی شنیدم که اطمینان دارم دوست ندارید بشنوید. بگو چه شنیده ای؟ فضل ابن ربیع در بین لشکریان و عمرا شایع کرده ولایت عهد باید از نژاد خالص عرب باشد. از نژاد خالص عرب؟ خواهیم دید. غلام، پیکی بفرست برای ابن سهل. باید چاره ای اندیشید. الله اکبر، یونس پسر عبدالرحمن برایم از آن دوران چنین روایت کرد. در زمانی که برادران عباسی با هم مشغول جدال بودند و اوقاتشان به توطئه برای نابودی یکدیگر می‌گذشت، امام رضا سران شیعه را به حج فراخواندند. معارف ولایت را برایشان تشریح کردند. شیعیان را سامان دادند. آنها را از سرگشتگی که منحرفان واقفیه برایشان ایجاد کرده بودند نجات دادند و بشارت دهنده مولودی مبارک بودند. خوش آمده ای فضل، حقا که دلتنگ شده بودم با دیدن تو. چقدر خوشحال شدم. من نیست، دلم به سویتان پر می گشود. شاعر شده ای، روزگارمان خوش نیست. خراج خراسان را از ما گرفتن. ابن ربیع ملعون لشکر را از اینجا برده و ما را بی یاور گذاشته. بنی هاشم هم همه اشان با امین هستند. او در صدد شکستن عهدیست که پدرمان در کعبه قرار داده بود. در همون دینار جمع می شود اگر برای حصولشان تدبیر کنیم. با درهم و دینار تدبیر و مردان جنگی فراهم می آیند. نباید می گذاشتیم ابن ربیع لشکریان را ببرد. نباید خراج خراسان را به بغداد می فرستادیم. ابن سهل، گمان نمی کنیم ما خودمان را در محلکه خطر انداختیم؟ به وزیرتان اعتماد کنید، پشیمان نخواهید شد سرورم. به تو اعتماد دارم. گویا نقشه‌ای داری؟ اقوایشان کردیم. پس آنها فقط طعمه بود؟ با رافع پیمان متارکه جنگ بستم و با خاقان ترک پیمان صلح سربرم. آفرین. بگو چگونه عده و عده تهیه کنیم؟ ایرانیان مردمی وطن دوستند.
کفایت میکند که شکوه خراسان را به یادشان بیاوریم، یعنی استفاده از گرایشات شعبیگری و وطن پرستی. بعید است. اگر اینطور بود خسروان را حفظ میکردند. گویا سرورم تدبیر بهتری در سر دارند. رسیدگی به امور حکومتی مرا از توجه به تو باز داشته ظاهریه. پاینده باشید سرورم. میپندارد من امیر و ولیعت نبوده و فقط عاشق دیوانم. بدین خاطر که او در دل شما جای دارد سرورم. عشق هر زمان بتواند حکم میراند. پسر سهل، عشق را فروگذار و بگو آیا راه تازه‌ای هم اندیشیده ای؟ بگو چه کنیم که مردم خراسان حمایتمان کنند. همین که عیسی بن ماهان به سراغشان بیاید همه یک دل می شوند در مقابلش. کفایت نمی کند. این هم کفایت نمی کند. سرورم گفتم از نیروی وطن پرستی بهره‌مند شویم که نپذیرفتید. این جماعت ایرانی به کرامت‌های انسانی عشق می ورزند. تدبیر و تعقل من میگوید خلافت باید به علم و حلم و عدل و پرهیزکاری زیبا گردد. علم و حلم، عدل و پرهیزکاری. دیگر؟ مولایم ریاست اقتضا میکند تا در زمان گرفتاری به مردم نزدیک شوید، اما سربازان شما در خراسان مالیات بر آنها فشار آورده با آنها بنشینید و به دادخواهیشان و خواسته هایشان گوش دهید. این گونه به دلشان راه میابید. اگر آنها را با خود همراه کنید خلافت را به دست آوردید. چرا این مردم به علی پسر ابو طالب عشق میورزند و یا به حسین پسر علی عشق میورزند؟ بدانید که دولت شما به کمک شمشیرهای خراسانیان برپا شد. به خدا درست میگویی ابن سهل، تو بهترین مشاور و وزیر من هستی. وزیری با تدبیر برای ملک مأمون. آیا کسانی هستند که توانای فرماندهی لشکریان را داشته باشند؟ آره، دو نفر هستند. نامشان؟ طاهر ابن حسین خزائی و هرثمت ابن اعین. خدا پدرت را بیامرزد. در مرزهای خراسان نیروهایی را بگمارید تا هیچ کس بدون بازرسی بدان وارد نشود. دقت کنید، پیک ها و جاسوسان من از بغداد می آیند. وزیر ما، یک مطلب فراموش نشود، آن هم مسئله تکریم سادات فاطمی است. دوره هارون و رشید روزگار سختی بود برای اهل بیت و شیعیان. شکر خدا که او به حاویه جهنم شتافت و پاسخگوی جنایاتش خواهد بود. با مرگ او اکنون فرصتی پیش آمده، روزنه های امیدی برای اهل بیت و شیعیان. گمان نمی کنم آزارهای این جماعت گمراه واقفیه از ستمهای هارون کمتر باشد. آنها با طعن و توهین هایشان نسبت به امام رضا به شدت ایشان را آزردند، همچون جدش رسول الله. لعن خداوند بر حکم ابن عاص که ایشان را ابتر می نامید. این گروه هم امام را ابتر می گفتند. اما این خبر می تواند بسیار سرورنگیز باشد، مانند آن است که بعد از مدت‌ها خشکسالی باران ببارد. فاطمه جان، خواهرم، بسیار عجیب است چون آثار حمل در همسر ایشان سبیک خانم دیده نمی شود. حکیم جانم، معمولاً آثار حمل ائمه اطهار مخفی است. یعنی مادر طفل هم متوجه نمی شود؟ متوجه می شود، مانند حضرت مریم که قرآن فرمود حملش خفیف بود، یعنی دیگران نمی فهمیدن. سبیک خانم حالت دیگری دارد، احتمال باردار بودنش هست؟ خواهرم حکیمه، باید حواسمان به ایشان باشد. در صورت حمل کمال مراقبت را از او داشته باشیم و به اموراتش رسیدگی کنیم. شکر خدا عبادتش چندین برابر شده. انشاءالله به زودی چراغ این منزل به وجود آن مولود مبارک روشن می شود و دشمنان اهل بیت که نابودی آثار امامت و ولایت را می خواهند، همچون کسانی که به رسول خدا ابتر می گفتند، ناامید و دچار خسران شوند و خداوند نور خودش را به کمال برساند. خواهرم فاطمه معصومه، انشاءالله این آرزو محقق خواهد شد. یقین دارم برادرم از تولد آن مولود خوشحال خواهند شد. به این وعده الهی امیدوارم. وزیر ما، به مردم خراسان اعلام کنید که امسال از آنها مالیات گرفته نمی شود.
اما سرورم امسال و اعلام کنید امین میخواست مضاعف بگیرد مأمون نگذاشت. و دیگر چه؟ دیگر این که اعلام کنید در خراسان سادات علوی در امانم. این طریق رسیدن به قلبهای اهل خراسان است. مهر من است به فرزندان رسول الله. زنده کن در خراسان رضا من آل محمد را. آنان نیز میراث خوران رسول خدا هستند. فضل ابن سهل لازم است با ما در امر خلافت همراه باشید وزیر من. خداوند عاقبت من را به خیر کند. بازی در بازی در بازی. ای بنی عباس، به خدا قسم بنایی به سرتان نازل کنم که فقط خودم بتوانم شما از آن نجات دهم.